سلام بچه، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از بازی مونتن بلید واربند. اومدیم تو شمال، داریم با دوزای دریایی مقابله میکنیم که همینطور که کشورمون با کشورهای دیگه تو صلح هستن، ما به مبارزه کردن و جمع کردن XP مشغول باشیم. حالا گروه های کوچک دوزان دریایی یا سی رایدرز در اصل معنیش میشه مهاجمان دریایی، مهاجمانی که از طرف دریا اومدن، اونا رو داریم نابود میکنیم و باشون میجنگیم که هم یه درآمد کوچیکی برای خودمون درست کرده باشیم، هم این که XP به نسبت کم اما خوبی رو برای خودمون و سربازمون به دست بیاریم که هم سربازهای لول پایین‌ترمون آپدیت بشن و هم این که خودمون بتونیم آپگرید، یعنی لولمون بره بالاتر و از ویژگی‌های قوی‌تر و جدیدتری بتونیم برای خودمون استفاده کنیم. نقشه اینه که چون پادشاه کینگ هارلوس، پادشاه کینگدام آف اسوادیا، همون قرمزایی که وسط کشورن و ما الان داریم بهشون خدمت میکنیم به عنوان شوالیه نه، یه جنگجویی که پول میگیره برای اون کشور به جنگه. خب این 14 تا هم کشتیم و کسی هم نمیخوام اضافه کنم، این غنیمت ها رو جمع میکنم تا 100 تا سکه تر. خب داشتم میگفتم دوست دارم برم و از حکومتش جدا شم، چون اینطوری خیلی داره وقتمو میگیره، بیشتر برم سراغ جنگیدن با شوالیه ها، یعنی به عنوان یک شورشی اقدام کنم به جنگیدن با ارتش های بزرگتر و مهمتر که XP بیشتر و شناخت بیشتری، معروفیت بیشتری تو نقشه به دست بیارم. درسته شاید ممکنه دو سه تا کشور با هم بیشتر دشمن شن، اما این مزیت رو برام داره که میتونم زودتر لول اپ شم و لیدرشیپم و کاریزمام رو ببرم بالاتر، افراد بیشتری رو تحت فرماندهی قرار بدم و حالا یا زیر دست دوباره یه پادشاه خدمت کنم یا اینکه کشور خودم رو راه اندازی کنم. ولی اگه اینطوری با این شرایط که شوالیه انگار مزد بگیر این پادشاه هستیم و بخوایم به شوالیه های کشورهای دیگه حمله کنیم، انگار یه جوری به عنوان نماینده کشور الان خودمون به اون کشور اعلان جنگ دادیم و باعث جنگ دو کشور میشه. ولی من دوست ندارم رابطم با کینگ هارلوس خراب شه، چون بیشتر سربازان که میبینی سوار نظام، من دوست دارم از همین کینگدام آف اسفادیا بگیرم. به کل این دلایلی که گفتم، یه تیر بد خوردم، امیدوارم نمیرم. به کل این دلایلی که گفتم دوست دارم که مستقلن حمله کنم به شغلی های کشورهای دیگه. یه نیزه خورده، نه از بازی نرو بیرون، یه نیزه خورده تو صورت ما، دقیقا تو صورت ما. اسب جدیدمونم که میبینید بچه ها، اسب پرسرعت و با مانور بالاییه. خیلی تنظیمات هم که اینجا دیدیم 86% دیفیکالتی برای اونایی که تازه دارن این ویدیو رو میبینن، کلا این سریال رو سختی بالا داره بازی میشه و انجام میشه. خب قنیمت های بالای 100 تا سکه رو من برمیدارم. خب بریم به سمت یک شهر دیگه، برمیگردم سمت کشور خودم که با پادشاه ملاقات کنم و بگم که نمیخوام یک لورد باشم و داخل نوتا برم در مورد خودم بخونم. کاراکتر 117 تا شناخت دارم، یعنی 117 تا معرفیت دارم، ولی پادشاه ها رو ببینیم، کینگ هارلوس مثلا 1270 تاست و برای پادشاه شدن حداقل اینقدر معرفیت لازمه، ولی برای فرمانده شدن نه، اینقدر لازم نیست. اصلا میتونیم با این پارتی های 60 تایی درگیر بشیم، XP خوبی به دست بیاریم و اینا، ولی خب با روسا نمیخوام وارد جنگ شم، بیشتر میخوام با کینگدام آف رودکا وارد جنگ شم و همین کار رو دوست دارم انجام بدم. و از این طرف هم دوست دارم با وایکینگ ها وارد جنگ شم، چون ارتش های قوی دارن درسته، ولی میتونم از اون طرف استفاده کنم از این مزیت که XP بیشتری هم به دست میارم تو مبارزه با اون ارتش ها. و الان داریم میریم سمت سونو، بزنیم بریم سمت سونو ببینیم با پادشاه میتونیم ملاقات کنیم و بهش بگیم نمیخوایم
دیگه به عنوان فرمانده از خدمت کنیم. بریم سمت پاراون، گو تو کستل، پادشاه هستش فکر کنم، همون پادشاه اگه اشتباه نکنم. نه پادشاه نیست. خب بریم ببینیم پادشاه کجاست. یه فرمانده رو من این اطراف دیدم. سپاه ما خوبه، سپاه کوچیکیه اما خوبه. فقط ما باید لیدرش کاریزما مون رو قوی تر کنیم و لیدرشیپ رو. خب از این فرمانده پلایس اگه اشتباه نکنم، کونت پلایس بپرسیم که پادشاه کجاست. میگه نزدیک ویدار باید باشه. ویدار یک روستایی توی جنوب پاراول اینجاست. میگه پادشاه نزدیک اون منطقه است، نزدیک غروب هم هست، دیدمون داره کم میشه. اگه بتونیم پیدا کنیم پادشاه رو همینجا کم بزنیم تا صبح شه. بریم سمت ویدار. اینجا پادشاه رو من ندیدم. از اون کنتمون بپرسیم پادشاه کجاست. خب عزیزم به من میگی پادشاه کجاست؟ میگه نزدیک پاراوینه، ولی خب تو دیه ما نیست اگه نزدیک پاراوینه. داخل قلعش هم نیست. حالا اینکه کجاست پادشاه نمیدونم. آه یه ارتش بزرگ مثل که از اینجا رد شده. این پشت رو بگردیم، رفته این طرف. این علامت های بزرگ یه ارتش بزرگ رو نشون میده. پادشاه رو تونستیم پیدا کنیم. بریم سمت پادشاه ببینیم ما رو قبول میکنه به شغلی بودنش یا نه. این آخرین درخواسته و بعدش دوست دارم که به اوکی ما رو قبول کرد، ما رو قبول کرد به عنوان یک شوالیه. خب برنامه عوض شد، پس به عنوان یک شوالیه به ایشون خدمت میکنیم تا تعداد سربازمون تقریبا برسه به 150 تا 200 تا سربازایی که میتونیم داشته باشیم. بعدش اونجا میریم کشور خودمون رو تشکیل میدیم. خب اینجا داریم قسم میخوریم به اینکه وفادار بشیم، در کنارش بجنگیم، خیانت نکنیم از این دست حرفا. و الان شغلیه شد فکر کنم. برم تو نوتا در مورد کاراکتر. روستای ویدار رو به ما داد. وضعیت روستا هم خیلی فقیره. روستای ویدار میفته همین روستایی که تو دل جنگله. دوست دارم برم سریع رابطم رو با مردم روستا و خب کونت کارلوس هم یک مهمانی فکر کنم، نه میلیتاری چند بگیم فکر کنم مهمانی و با عربان وارد جنگ شد. این خوبه، این قضیه خوبه. تقریبا میشه گفت خاندان انگلیسی هستیم که با عربا وارد جنگ شدیم. اول دوست دارم برم جای همین کونت کلاروس و گفته که بیاین دوربر سون شهری که خودش هست با عربان وارد جنگ شدیم. خب اینجا که نیست، بریم از همسرش بپرسیم کونت کلاروس کجا سلام تا خودمون رو سریع به چمپگین جنگی برسونیم. امیدواریم که تو جنگ و عربا موفق باشیم. خب میگه نزدیک سنوه. خیلی بریم ببینیم منظور از نزدیک سنو کجاست. خب این اجناس هم بفروشیم، غذا بخریم برای سربازا، چون سربازا تو طول جنگ غذا لازمشون میشه. و این سپر هم بذارم اول باشم شیر که اول جنگ ها مجبور نباشم عوض کنم. دو تا کلم رو بخرم با گندم و حالا در ادامه تلاش میکنیم غذای بهتری هم گیر بیاریم برای سرباز. خب کونت کلاروس اینجاست. بالاخره به یه چند بگیم تونستیم جواب مثبت بدیم. آبتونم بایش یکه، الان شد دو. اوکی حالا میگه که دنبال کنیم، کلا منتظر باشیم ببینیم که چی پیش میاد. خب
840 تا روستای ویدار داره به همون میده به عنوان مالیاتی که از مردمش جمع میکنه. این خیلی خوبه، درآمد خوبیه. نزدیک 500 تا 450 تا رنگرزی همون به همون میدن تو شهر پاراون و یوخال. تو سونا هم آبجو فروشی همون 150 تا داره به همون میده. کلا از 2500 تا خرج سربازی که باید بدین تقریبا 600 تا شما میدین. خیلی عالیه. خب سپاه حرکت کرد، ارتش خوبی داریم، تعدادمون ولی پایینه. خب اینجا چون تازه به مقام یک نجیب زاده رسیدیم و از قبل یه خاندان معروفی نجیب زاده نداشتیم، بهمون اجازه میده که یک پرچم انتخاب کنیم و نمیدونم کدوم پرچم رو انتخاب کنم. دوست دارم که این پرچم پادشاه کینگ کارلوسه. این پرچم رو انتخاب میکنم که شبیه همون پرچم کینگ کارلوسه، ولی کینگ کارلوسه ولی خب فرق میکنه یکم. خب پرچم جدید مبارک باشه بچه ها، پرچم دار شدیم، نجیب زاده الان ما به حساب میاییم. خب کنت کلارکوس میخواد بهمون یه ماموریت شخصی بده، میریم به سمتش تا ببینیم چه ماموریتی قرار بهمون بده. میگه که 7 تا گاو برام بیار که من بتونم آذوقه سربازامو فراهم کنم. ما قبول میکنیم و میریم 7 تا گاو از این روستای جلوترش دوست دارم سریع بخرم و ببرم سریع براش، چون هدایت کردن گاوا تو این بازی خیلی سخته حداقل برای من. و ببینیم الدر روستا کجاست. خب شما الدر روستایی؟ بله. خب من گاو میخوام، این 5 تا و دو تا دیگه هم بهمون بده. حالا گاوا رو چند حساب کردید؟ 190 تا یا اول فصل خیلی گرون بود، دروبر 140 تا میدادن گاوا رو اون روستای اون طرفی. خب کلم رو میخریم، زیتون هم میخریم برای سربازا. خب گاوا کجا؟ اینجا گاوا رو بتونیم درایوشون کنیم. خب ماموریت انجام شد، خیلی عالی بود. واقعا هدایت کردن گاوا تو این بازی سخت. خب میگه سلطانم رضا، این سربازای من، کورت مستر من یا همین کنار دستش مشاورش یا همچین چیز، میگه که تو 7 راس گاو برام آوردی و من واقعا شگفت زده شدم. میتونیم بگیم هیچ مشکلی نیست قربان، خوشحالم از اینکه خدمت کردم، یا اینکه بگیم این بازی بچه هست. من میگم خوشحالم که خدمت کردم و بریم ادامه دنبال کردن ارتشمون. سربازای خوبی جمع شدن. خب مغولا با عربا صلح کردن، عربا خیلی قدرتمندن. اینجا یه نشون بهتون بدم کجا رو فرض کردن. عربا تقریبا تو دل مغولا همراه با وایکینگ البته نفوذ کردن و شهرهای مهم مغولا رو بین خودشون با وایکینگ تقسیم کردن. مغولا الان فقط 3 تا قلعه نظامی دارن، وایکینگ ها شهر ما رو هم گرفتن، 2 تا شهر هم از مغولا گرفتن و 2 تا شهر مهم هم از روسا. وایکینگ ها عربا خیلی دارن قوی میشن، ما ضعیف شدیم، مغولا ضعیف شدن. کینگدام آف رودوک هم زیاد تغییر نکرده تو وضعیتش و ما چمپیگین یا گروه نظامی هستیم که داریم از طرف کشور خودمون میریم به سمت عربا که بتونیم باهاشون مقابله کنیم. تعدادمون خیلی کمه، تعداد سپاهیانمون یه 147 تا 122 تا میبینم، بقیه همه 60 50 تا، خودم 58 تا اینا هم. زیاد قوی نیستیم، خیلی دارن کند میرن. بریم ببینیم که آخرین مسیر به کجا میرسه و اینکه کجا دارن میرن. فکر کنم میخوان برن مقصدشون این شهر هلماره که از مغولای رفتن هر فکر کنم اینو میخواییم فتح کنیم چون دارم به همون سمت میرن.
کینگمون هم با 242 تا سرباز خیلی خوبه. سربازاش قوی 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 نیستن ولی خب خوبن. داریم ارتش رو دنبال میکنیم به سمت کلن گروه های قوی نظامی هم 122 تاست. خب کونت کلاردوس دوباره میخواد با این صحبت کنه، یه ماموریت دیگه برمون داره. بریم ببینیم این بار چه ماموریتی داره. فکر کنم ماموریت جاسوسی باشه. میگه آره اسکات اریا میگه که بعد بری یه سری نگهبانی بدی، جاسوسی کنی توی این منطقه و برام اطلاعات بگیری از هلمارو اوهانو هانکسته. خیلی حالا میتونیم سرعتمون بیشتر کنیم و بریم سمت این هلمارو اوهانو اوهانکسته اطلاعات جمع کنیم. فقط باید خیلی حواسمون باشه که گیر ارتش دشمن نیفتیم. میریم اول سمت اوهان. خب اینجا دیگه باید سرعت رو کم کنیم که اگه ارتش دشمن اومد بیرون. اینجا بریم نزدیک این روستایه، بریم داخلش ببینیم غذای ارزون نداره داره، یکی بخریم. در حال درست دشمنن ولی خب یه غذا خریدیم. دوست ندارم اینجا دست به قارت بزنم در حالی که ارتش اصلی کشورم از این دوره. این شهر هم فکر کنم میخوایم بگیریم. منو فرستاد زودتر که بیا اطلاعات رو بگیرم ازش. خب بریم بهش گزارش رو بدیم و بعد بگیم که باعث افتخاره. خیلی ماموریت رو داریم انجام میدیم. رابطمون با مارشال چیزمون خوب شد، مارشال کشورمون. عقب وای میستیم که دشمن نتونه بهمون حمله کنه. داخل شهر 124 تا سربازه و یک امیر عرب با 83 تا سرباز، امیر آتیس. و ارتشای اون طرف اونا دارم میان ولی خب میتونم برم اینا رو پر بدم. خوبه چون کنار همان دوست ندارم بهشون حمله کنم چون با هم دیگه میکس میشن و میشن دور و بر 50-60 نفر. برم از این روستا قلات تهیه کنم. اوه دوزا تو این روستا هم. خب سربازاشون رو یه چک بکنم ببینم که مملوک این هفته داره. اینم هفت داره. قوی هم به تنهایی نمیتونم بایشون به جنگ هم. خب همین دور اطراف وای نیستیم چون محاصره کردن و فرمانده ها دارن سیشتاور میسازن طول میکشه تا اینو بتونم بگیرم. تو دل تاریکی شب شد ولی خب مشکلی نداره. رابطم بایش صفره ولی خب چون کشورامو با هم دیگه تو جنگن مجبورم که به جنگم باهش. اون 42 نفره، من 58 نفر. خیلی خوب سوار نظام دستور مستقیم دادم تا حمله کنن. استراتژی خاصی نداره سوار نظام، فقط راش میدیم و چارک میکنیم توی دل سپاهیان دشمن. دوست ندارم اصلا با مملکاشون درگیرشم ولی خب اولین جایی که اومدیم خوردیم به مملکاشون. خیلی میترسم از اینکه ضربه بخورم کشتشم جنگ به این آسانی رو ببازیم. اگه نه که ما الان سوار به جنگ هستیم و داریم پیروز این جنگ میشیم تا اینجای کار حداقل. یکم فاصله بگیریم. دوتا کشته دادیم و چندین تا زخمی. آمار دقیقش هم نمیدونم ولی خب با اسب هم حداقل بهشون ضربه میزنم که سرعتشون کمتر شه. فکر کنم تعداد کمی ازشون باقی مونده باشه و اگر بتونیم این امیر عرب رو یا فرمانده عرب رو اسیرش کنیم خیلی خوب میشه. نیزار که ناک شد با یک شوالیه عرب. بهشون میگن مملوک. سلام دیم مملوک سرنظام آهنین عربه.
و حالا همه سربازا به دنبال اون سرباز. خب یه شوالیه من کشی امیرش، امیرشون هنوز زنده است. خب ناکش کردیم و برنده این جنگ شد. خیلی عالی بود. بریم ببینیم میتونیم اسیرش کنیم یا نه. 4 تا کشته دادیم و 40 نفر از اونها رو کشتیم. 3 نفرشون باقی مونده. دوباره چارج میدیم تو حمله دوم جنگه. فکر کنم امیرشون با 1-2 تا سرباز. این مناطق برای سوار نظام عالیه، چون مناطق مغول نشینه اونا هم خودشون سوار نظام های تیرکماندار آرچر دارن. توی مناطق قشنگ روز هر ارتش رو میتونم بکشم. یه سرباز زخمی دادم. ببینیم ما هم میتونیم یه ضربه بزنیم. نه خیر، ضربه به دشمن نزدیم اما جنگ رو بردیم. 3 نفر بودن با گنده ارتش قبلی. خب امیر دیهول رو چیز کردیم و زندانیش میکنیم، اسیرش میکنیم. خب ببینیم از اینا 3 تا سوار نظام اینجا میتونیم استخدام کنیم. از اینا میتونیم استخدام کنیم دیگه. سرباز قوی اینا رو استخدام کنیم کافیه. این سربازا رو آپدیتشون کنیم. 60 سرباز داریم و کافیه. خب اسب که ور میداریم، غنیمت هایی که بالای 100 تا میارزن و بریم ادامه محاصره شهر هلمار و ارتش کشورم که به هلمار شهری از شهرهای عربستان که از مغلا گرفتهش در اصل الان تحت محاصره ماست و ببینیم که چی میشه. خیلی پشت ارتشمون وایستیم که اگر از اون طرف ارتش عرب اومدن به ما نرسن. ببینیم سپاه کی وارد جنگ میشه. خب بریم داخل شهر و کمک کنیم به فتح شهر. اوکی وارد جنگ بشیم. به سربازا دستور حمله بدیم. خودمون سپر رو میگیریم بالا که تیر نخوریم. دوستانم دور وایسن چون اکثر تیرا هوش مصنوعی بازی میزنه که منو بکشه اول. عقبترم میشه رفت؟ نه سربازا رفتم بالای برج. اگه بتونم تیرکمون رو در میارم زیر برج رو تیراندازی میکنم، ولی خب خیلی میترسم از کمانداره دشمن چون 1-2 تا تیر بزنم تو این حالت سخت بازی کارم تموم. این طرف های میسیم تیرکمون در میاریم. امیدوارم که ما نزنم. خیلی کشته و زخمی داریم میدیم. اون یارو رو بتونم بزنم از بغل سرش رد شد. یکم پایین تر. خب. یه 17 تا دمیج زنیم بهش. آرچرمون هم شد 62 و کشتیم. یه نفر کشتیم و تیرکمون خوبه. تاثیرگذاری نسبتا مفیدی داشتیم. از این دیواره میترسم. و اوه بالای اونجا هم که سرباز دارن چند کشته داریم میدیم. اون اگه منو بزنه خیلی دیگه کاش درسته. ببینم میتونیم اونو بزنیم. پس سره بکنم رفت. اونجا رو میتونیم نشونه بگیریم و تلاش کنیم بزنیم. یکم باید پایین تر بگیریم. خب سرازو وارد شدن. این یارو رو اگه بتونم بزنم نه اگه بتونم منو بزنه کارم تمومه.
تیران داره میخوره لبه دیوار. و تیران هم تقریبا آخرشه. دیگه شانسمون رو امتحان میکنیم ببینیم میتونیم یارو رو بزنیم یا نه. این که کشته شد نمیبینمشون. اوه تیر بعدی خوردم. بنام زیر دیوار قایم شم و به سربازان اجازه بودم که اونا به جنگن. کشته و زخمی زیادی داریم میدیم. من میترسم برم روی دیوار حقیقتا چون اینا من رو نشونه میگیرن نه سربازامون. پشت سربازا قایم میشیم اینجا و منتظریم ببینیم که چی پیش میاد. خب دشمن های جدید ظاهر شدن و ما پایین پله ها در ترس منتظریم ببینیم چی پیش میاد. اون یارو خیلی رو مفته. یه شوالیه مرده جلوی چشم یه شمالیه مرده برای منو میزنه. نیروهای پشتیبانی ظاهر شدن دارم میان خط مقدم که فکر نکنم دلم بخواد برم ولی میتونم پایین وایسم و همچنان به زنده موندنم ادامه بدم. این یارامو فهمیدن که از اون طرف شلیک داره صورت میگیره برام سپراشون گرفتن این سمت دیوار. الان داریم کشتی خوبی بینیم از دشمن. سربازامون زور شدن تقریبا میشه گفت. اینجا تیرکمون رو پشت سربازا در بیاریم از اینجا ترای بدیم. یه تیرم خورد بهش. اینم دو تیرمون. خب ما نکشیمش ولی خب یه در مجموع 15 تا دمج بیرو رو زد. منتظریم ببینیم که پارچه دیگه یا دشمن میبینیم. البته هیچی تیر نداره. شمشیر و سپر رو به دست میگیریم. دشمن های جدید ظاهر شدن. بتل سایز اون بچه ها 150 و اگر بتل سایز رو کم کنیم سختی بازیم طبیعتا کم میشه 74% میشه ولی ما داریم در با مکس بتل سایز 150 تا پیش میریم. حس میکنم اونجا هنوز یک کماندارشون هست و داره کشته میگیره ولی خب ما تیر نداره. اینا که نیزه است و خیلی داره کشته میگیره کمان داره چون از پشت داره میزنه. بچه ها بودون سپر هم تقریبا پشتشون و تیرهای مفتی میخورن و دمیجهای مفتی میخورن. این کمان دارم هم از اینجا دارن تلاش میکنن بزننش ولی خب نمیتونن. نمیدونم چرا. اوه کمان داره جدید آوردم. زیر پله ها قایم شیم و بریم این پشت. خیلی جنگ با ترس رو و بزدلانه رو داریم شرکت میکنیم. میترسم از اینکه بمیرم و هم ارتشم از بین بره هم خودم. البته که نیروهای دوستامون هستن و اینجا قوی هن. خب رسیدن به اون برجشون. ما هم میپیوندیم بهشون. اینا دارن تیر میزنن به اون طرف. ما بریم جلو. بریم بالا. اوکی رسیدیم روی دیوارا قلعهشون. وای چیکار کردم. پرت شدم از دیوار پایین و الان ممکنه کشته بشم. خب جنگ بردیم. 3 تا کشته ارتش من داد. متحدانم 68 کشته دادن و 172 نفر رو کشتیم. خب شهر حلما رو فتح کردیم. فتح جدید برای کشور کینگدام آف اسوادیا. همچنان کوهستون فکر کنم هست و فعاله و کنت هنوز این چمبگین یا این دسته حمله نظامی رو غیرفعال نکرده. همچنان زده فالود کنت کلارگوس. یه امیر عرب ما زندانی کردیم. رابطه مونم باید شد 9 و برای چه میگن فرماندهی قلعه تازه فتح شده حلمار هم داره میگه که از کنت روچابارس تقریبا برادرزاده یا خواهرزادهش میشه از اون داره حمایت میکنه. منم
دوست دارم که از انتخاب ایشون حمایت کنم، چون دو تا رابطه خوب به دست میارم، هم از اون کنت روچوبارس هم از این کنت کلارگوس. اوکی بریم به ادامه ماجراجوییمون بپردازیم تا اینکه ما رو خلاص کنیم و بتونیم بریم روستاهای عربا رو غارت کنیم و غنیمت و پول به دست بیاریم. خب معروفیتمون شد 125. ببینیم به نیزار میتونیم، نیزار البته الان زخمیه، هیچ، خواستم نیزار رو بفرستم که بره برای ما تبلیغ کنه برای پادشاهیمون که رایت رولمون بیاد نزدیک 50، چون الان حق فرماندهیمون، صلاحیت فرماندهیمون 12، برسه به 50 میتونم یک کشور از خودم تشکیل بدم بدون خطر زیاد. خطر داره ولی خب خطر زیاد نیست. همه دارم برمیگردم به شهرهاشون، نمیدونم این چرا. خب اینجا یه جنگ شده، بریم بپیوندیم به جنگ و با یارمون تقریبا ما برابر یارو ارتش داریم. ارتش حریف خیلی سنگین اصلا، دوست ندارم زیاد نزدیک شم چون اچ پیم خیلی کمه و ببینیم که سربازا چی کار میکنن. از این دور دوست دارم تیر بزنم. خب تیممون که به هیچ کس نخورد، ولی خب کشته خوبی از حریف گرفتیم. کشته نشم چون با یه ضربه میتونم راحت بگیرم. یه پیاده نظامشون از جلوم قصر در رفت، مرد. این اسبا که میپیچن جلوم احتمال کشته شدن هم هست. برو اون طرف مرد که پوفیوز منو بکشن کارمون تموم. بح بح بح، عربارم داریم نابود میکنیم، البته کشتم داریم میدیم، ولی خب این یارو رو نگاه کن با این ارتش زغرتیش اومده داره یواش میاد جلو. بچنگ بابا، ما اومدیم کمکت کردیم، اینا میخوردی از اینا مثل سگ. خب امیر داشوال یک سوار نظام اون رو کشت. اینجاست یه 5 تا دمیج به اسب زد. خب نزدیک بود که من بکشه این امیر داشواله، ولی کشته شد فکر کنم. یه ضربه بد به ما زد، تقریبا اچپیمون صفره. 5 تا کشته زدیم، متحدمون که داشت نابود میشد اصلا نابود میشد اصلا دخالت نکرد تو جنگ و امیر داشوال هم فرار کرد. خب زندانی ها رو بگیریم و غنیمت های بالای ستار هم برداریم. اوکی 317 تا سکه به دست آوردیم و اکسپی خوبی هم به دست آوردیم. سرواز رو آپگرید کنیم، نیزارم آماده آپگرید شدن. اینتجلنسش رو باید ببریم بالاتر، 14 شد و همچنان سورجری و تریتمنت رو میبریم بالا فعلا تا مکس بشم، بعد روی تاکتیک رو این هم کار میکنیم. اوکی خب همچنان این کنت کالرگوس ما رو خلاص نکرده. و ما مجبوریم که دنبالش بریم. برم ببینم خلاص هم نمی کنه. خب مجبوریم همچنان دنبالش بریم تا چمپگین رو لغو کنه. سرعت سپاهشون 4-4، سرعت سپاه ما 5-4. همچنانی باید دنبالش بریم تا شهر سونو. یا خدا چی همه راه.
بریم توی روستایی که هم غلات بخریم، سربازی هم که نبود استخدام کنیم. اوکی یه جنگ بزاره ساده داشتم و پادشاه هم حلمه رو داد به گرینوالد. ما ازش حمایت نکردیم ولی خب در کل مبارکش باشه، گرینوالد اینجا نیست. چرا مأموریت ما رو تموم نمی کنی ای کنت بزرگوار؟ الان هم برم بگم دیگه نمیخوام کار کنم، رابطم باش خراب میشه، خیلی داره زمان ازمون میگیره. باز کجا میره؟ ترابلینگ. نکنه هلمان محاصره کرده؟ نه هیچ جا تحت محاصره نیست، ولی این دوش میرفت یهو برگشت، تصمیمش عوض شد و همهشون الان دارن برمیگردن. نمیدونم قراره چی کار کنه. اوکی تا همینجا بسته، بریم پیش پادشاه یه صحبتی هم با پادشاه داشته باشیم. با پادشاه میگم رابطه‌مون بهتر شه و یه روز سارو میخواد برای خودش برداره، بعد منم ازش حمایت کنم که رابطه‌مون بایش بهتر شه. خیلی خوب بچه‌ها، مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید، دوستتون دارم و مرسی از نگاه زیباتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.